درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 23 نوامبر 2023 میلادی مصادف با روز شکرگزاری در آمریکا برابر است با 2 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. سازمان حقوق بشری هنگا از اجرای حکم اعدام میلاد زهروند از بازداشت شدگان خیزش انقلابی خبر داد و نوشت او روز پنجشنبه 2 آذر ماه به شکلی مخفیانه در دندان ملایر اعدام شده است. زهروند در ارتباط با مرگ علی نظری مأمور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود. میلاد زهروند شهروند 20 ساله اهل ملایر روز 4 آبان ماه سال 1401 در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم آبان ماه سال گذشته از کشته شدن علی نظری در جریان تعقیب و گریز معترضان خبر داد و این روایت از سوی سپاه انصارالحسین استان همدان تکرار شد. با وجود این تاکنون هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان بدهد و تناقض‌های زیادی در این پرونده وجود دارد. ماموران امنیتی ظهر امروز پنجشنبه 2 آذر ماه به تجمع مالباختگان شرکت رضایت خودروی طراوت نوین مقابل استانداری قزوین حمله کردند. صدها تن از مالباختگان شرکت چند ماه است که تجمعات اعتراضی در تهران، قزوین و شهرستان تاکستان برگزار می‌کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اعتراض آنان به اختلاس 30000 میلیارد تومانی این شرکت پیش‌فروش خودرو از دست کم 38000 مالباخته در سراسر ایران است. در پی بلا تکلیفی مالباختگان، آنها به اعتراض خود ادامه دادند و روز پنجشنبه 2 آذر ماه در جمعیتی چند صد نفره مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. ویدیوها نشان می‌دهند که نیروهای سرکوب با شلیک گاز اشکاور و پاشیدن آب به معترضان حمله ور شدند. تجمع کنندگان در واکنش شعار بیشرف بیشرف سر دادند. برخی تجمع کنندگان پیشین این مالباختگان هم با حمله نیروهای حکومتی مواجه شده بود. روز چهارشنبه 1 آذر ماه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط او شد. در بیانیه منتشر شده توسط این سازمان حقوق بشری آمده که مقامات جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه نرگس محمدی او را در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داده و عمدن دسترسی خانم محمدی را به مراقبت های بهداشتی کافی به تأخیر می اندازند تا او را به رعایت قوانین اجباری توهین‌آمیز و تحقیرآمیز و تن ندادن به حجاب اجباری مجبور کنند. این بیانیه همچنین تصریح کرده که این رفتار مقامات قضایی سلامت نرگس محمدی را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد، به خصوص که او دارای بیماری‌های قلبی و ریوی جدی است. مژگان مدرسی، خواهر الهام مدرسی، معترضی که با وضعیت وخیم جسمانی در ترکیه به سر می‌برد، با بیان نیاز فوری خواهرش به بررسی‌های پزشکی بار دیگر خواستار کمک‌های مردمی به او شده است. الهام مدرسی، نقاش 32 ساله و معترضی که 11 آبان ماه سال 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در منزل شخصی خود در کرج بازداشت شده بود، با اتهاماتی چون خرابکاری در تأسیسات و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. او بعد از بازجویی‌های طولانی و شکنجه با تودیع قرار وثیقه در تاریخ 2 بهمن ماه سال 1401 به طور موقت از زندان کشویی کرج آزاد شده و از ایران خارج و راهی ترکیه شد. خانم مدرسی خود پیش از این اعلام کرده بود که وضعیت بیماری کبد او به دلیل شرایط زندان وخیم‌تر شده و از آنجا که نیازمند فوری پیوند کبد است، از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری تقاضای کمک کرد. با این حال به نظر می‌رسد که کمک‌های مورد نیاز او هنوز فراهم نشده است. گروه حزب الله لبنان در بیانیه‌ای گفت که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با هم دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه حزب الله میگوید که آنها تازه ترین تحولات فلسطین، لبنان و منطقه و تلاش های انجام شده برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل به نوار غزه را بررسی کردند. امیر عبداللهیان روز چهارشنبه تهدید کرده بود که جنگ جاری بین حماس و اسرائیل ممکن است که از کنترل خارج شود. او در پایان سفرش به بیروت این شهر را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کرد. از سوی دیگر حزب الله صبح پنجشنبه گفته است که 48 موشک کاتیوشا به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر صفه در شمال اسرائیل و در فاصله حدود 1 کیلومتری مرز شلیک کرد. این سازمان که در فهرست تروریستی کشورهای مختلفی است همچنین گفت که دست کم 10 حمله دیگر به مواضع اسرائیل در نزدیکی مرز انجام داده و مدعی شده که این حملات تلفاتی هم در پی داشته است. طبق شمارشی که خبرگزاری فرانسه انجام داده، خشونت‌ها میان اسرائیل و حزب الله دست کم 108 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثر آنها جنگجویان حزب الله هستند. این در حالی است که دست کم 14 غیر نظامی از جمله 3 روزنامه نگار هم کشته شدند. کردن‌های عزت‌الدین القسام شاخه مسلح حماس تایید کرده که توقف 4 روزه درگیری‌ها از ساعت 7 صبح به وقت محلی در غزه آغاز خواهد شد. در بیانیه‌ای که شاخه نظامی حماس منتشر کرده، آمده که 4 کامیون سوخت و 200 کامیون کمک رسانی هم در هر یک از آن روزها اجازه ورود به نوار غزه را خواهند داشت. در این بیانیه آمده که تمامی اقدامات نظامی گردان‌های القسام و نیروهای اسرائیلی در طول 4 روز توقف درگیری‌ها متوقف می‌شود. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که این کشور لیست اولیه اسامی گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند را دریافت کرده و قرار است که طبق برنامه این گروگان‌ها فردا آزاد شوند. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که همه گروگان‌هایی که قرار است روز جمعه آزاد شوند زن و کودک هستند و گروگان‌هایی از یک خانواده در گروه‌هایی قرار می‌گیرند که آزاد شوند. از سوی دیگر نیروهای ارتش اسرائیل بعد از ادعای وجود زیرساخت‌های وابسته به گروه حماس در مجتمع درمانی اشفا در نوار غزه، محمد ابو سلیمه رئیس این مجتمع و شماری از کادر درمانی مجتمع مذکور را بازداشت کردند. گروه حماس بازداشت مدیر مجتمع اشفا را به شدت محکوم کرده و از نهادهای جهانی به ویژه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت خواست که برای آزادی فوری او اقدام کنند. حماس در اطلاعیه‌ای تایید کرد که ابو سلیمه با هماهنگی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت در صدد تخلیه بیماران و زخمی‌های مجتمع اشفا بوده است. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، روز پنجشنبه اعلام کرد که تخلیه بیمارستان‌های شهر غزه را در اعتراض به بازداشت مدیر بیمارستان اشفا تعلیق کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که بنا به درخواست مدیر مجتمع اشفا، صدها بیمار و جنگ‌زده مستقر در ساختمان این مجتمع را جابجا کرده است. اسرائیل همچنین با انتشار ویدیویی مدعی شد که نیروهای ارتش این کشور به زیرساخت‌های نظامی وابسته به حماس در این مجتمع دست یافتند. اینند گونه هشمان برای لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید.
خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج‌های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی از تهران خواستند که همه برنامه تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را متوقف کند. یک دیپلمات اروپایی گفت جو حاکم بر این نشست درباره ایران انتقادی است. او درباره تصمیم احتمالی شورای حکام درباره ایران هم گفت به نظر نمی‌رسد که در این مرحله قطعنامه صادر شود، اما به احتمال زیاد کشورها به صورت مستقل قطعنامه صادر خواهند کرد. پیشتر نماینده ایالات متحده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نماینده اتحادیه اروپا در این نشست روز پنجشنبه 2 آذر ماه ضمن انتقاد از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار آن شدند که تهران همه برنامه تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را متوقف کند. در بیانیه نماینده آمریکا آمده بود که هیچ کشوری که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است اورانیوم 60% غنی شده تولید نمی‌کند، چرا که به طور منطقی کاربرد صلح‌آمیز و غیر نظامی ندارد. همچنین نماینده ایالات متحده با تاکید بر اینکه جامعه بین‌المللی بر تعهدات پادمانی ایران متمرکز است، تصریح کرد که ایالات متحده 1,000,000 یورو بودجه خارج از بودجه خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک می‌کند تا فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت خود را برای سال آینده در ایران انجام بدهد. به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن، مقامات ایالات متحده بعد از خونسا کردن توطئه قتل یک جدای طلب سیک در ایالات متحده به دلیل نگرانی از دست داشتن دولت دهلی نو در این اقدام به هند هشدار دادند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده با این توطئه با جدیت تمام برخورد می کند و این مسئله را با بالاترین مقامات دولت هند مطرح کرده است. ادوین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که وقتی مقامات هندی از این حادثه مطلع شدند ابراز تعجب و نگرانی کردند. به گفته این مقام ارشد دولت ایالات متحده گورپاتوان سینگ پانون،
شهروند هندی تبار سیک با تابعیت دوگانه ایالات متحده و کانادا هدف این توطئه خونسا شده بود. خبر این حادثه دو ماه بعد از آن منتشر شد که کانادا اعلام کرد ادعاهای موثقی وجود دارد که قتل یک رهبر جدایی طلب سیک به نام هاردیپ سینگ نجار در خرداد ماه سال 1402 در حومه شهر ونکوور به عوامل هندی مرتبط بوده است. هرچند هند این ادعا را رد می کند. خیرت ویلدرز رهبر حزب راستگرا و پوپولیست هلندی که به شدت از اسلام انتقاد می کند در انتخابات سراسری این کشور بعد از شمارش تقریبی همه آرا به پیروزی چشمگیری دست یافت. حزب آزادی او پی بی بی بعد از 25 سال حضور پارلمانی 37 کرسی را به دست آورده که به فاصله زیاد بیش از نزدیکترین رقیبش یعنی ائتلافی از چپگرایان خواهد بود. آقای ویلدرز در اولین اظهار نظر گفته دیگر کسی نمیتواند پی بی بی را نادیده بگیرد. ما دولت تشکیل خواهیم داد. پیروزی او زلزله‌ای در عرصه سیاسی هلند به حساب می آید و در سراسر اروپا هم شوک ایجاد خواهد کرد. پوتین یک فرد قاتل و شیطان پرست را بعد از جنگیدن علیه اوکراین عفو کرده است. نیکولای اوگولوبیاک بعد از جنگیدن برای واحد توفانزی ارتش روسیه علیه اوکراین عفو می شود. کرملین اعلام کرد که به سیاست خود مبنی بر عفو زندانیانی که موافق جنگ علیه اوکراین هستند ادامه خواهد داد. نیکولای اوگولوبیاک یک آدمخوار روسی و بخشی از یک فرقه شیطان پرستی است که 4 نوجوان را کشت و برخی از اعضای بدن آنها را خورد. این مرد 33 ساله در سال 2010 میلادی به دلیل انجام قتل‌های آینی که منطقه یاروسلاول را تکان داد به 20 سال زندان محکوم شد. گفته می شود که او یکی از قربانیان را با 666 ضربه چاقو به قتل رسانده است. عدد 666 اشاره مستقیمی به عدد وحش دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر این نوع عفو را محکوم کرده و گفته بود که ارتش روسیه از زندانیان برای جبران خسارات وارده در میدان نبرد استفاده می کند. برندگان عزیزم بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه،
تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. موزه‌ای در بریتانیا به این نتیجه رسیده که یکی از امپراتورهای روم در واقع زنی ترانس بوده و به همین خاطر قصد دارند که توضیحات ویترین مربوط به او را عوض کنند. از این پس برای امپراتور هلیوگابال یا الیوگابالوس از ضمیرهای زنانه در اسناد موزه هارتفوردشایر استفاده خواهد شد. این تغییر بعد از آن صورت گرفت که در یک متن قدیمی این ادعا مطرح شده که امپراتور زمانی به مخاطبان گفت مرا سرورم نخوانید که من بانویی هستم. یکی از تکه‌های هلیوگابال در تملک این موزه است و معمولاً در بین دیگر اقلام مربوط به جامعه LGBTQ نمایش داده می شود. مارکوس اورلیوس آنتونیوس یا همان هلیوگابال در سال 2018 بعد از تولد مسیح به فرمان روایی روم رسید و بعد از تنها 4 سال حکومت در سال 2022 و هنگامی که تنها ببخشید در سال 2022 و هنگامی که تنها 18 سال سن داشت ترور شد. او در دوره کوتاه حکومتش شخصیتی جنجالی از خود به جای گذاشت و به بی‌بندوباری جنسی مشهور بود. سازمان بهداشت جهانی از چین خواسته که اطلاعات مربوط به افزایش بیماری‌های تنفسی و ذات‌الریه در کودکان این کشور را ارائه بدهد. این سازمان تأکید کرده که طرح چنین درخواستی از کشورها روندی رایج است. مقامات بهداشتی چین پیشتر در روز 22 آبان ماه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بودند که بروز بیماری‌های تنفسی در آن کشور افزایش یافته است. آنها این افزایش را به برچیده شدن محدودیت‌های کرونا و گردش پاتوژن‌های شناخته شده‌ای مانند آنفولانزا، مایکوپلاسما که معمولاً بچه‌های کوچکتر را مبتلا می‌کند، ویروس سنسشیال تنفسی و ویروس به وجود آورنده کووید 19 نسبت دادند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.